عزت زیاد، عافیت باشی، بفرما. حالتون خوبه؟ شکر خدا، آقای الله، یا من یه سوال از شما دارم. بفرما. شما با اصل ولایت فقیه مخالفید یا با شخص هر ولی دویش، فقیه هر دو، کردن هم؟ هر دویش، هر دویش. هم اصل ولایت فقیه را کفر می دانم، هم شخص ولی فقیه، همون سابقه را، هم فعلی را، هر دو اینها را. بله، خیلی نهایت نفرت و دشمنی با اینها دارم، هر دو تاش. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمایش دارن که جامعه یه حاکم نیاز داره، حالا این حاکم یا فاجره یا بره، بله درسته؟ بله خب بعدش ثم ماذا؟ درسته یا نه؟ درسته، همین این حدیث فرمایش دارن موجوده، این اصلا حدیث را امام علیه السلام در جواب خوارج که میگفتن که اصلا بله، لا حکم الا لله، که هیچ مثلا قضاوتی نیست مگر از جانب خداوند متعال، در برابر اونها فرمودن. درست، الان در زمان غیبت امام زمان جامعه اسلامی حاکم میخواد یا نمیخواد؟ در همه زمان ها میخواد، در همه زمان ها جامعه اسلامی خدا حاکم. پدرتون هم بیامون. بله، خب الان جامعه اسلامی حاکمش مسلمان باشه بهتره یا غیر مسلمان؟ فرقی نمیکنه، اگر قراره که حکومت، اولا فرقی اون نمیکنه. اجازه بده که من صحبت کنم، میخوام اجازه. خب اسلام اجرا بشه. خب الف ب اجازه حاکم بده، غیر الف ب مسلمان الف نه ب حاکم تو اسلام اجرا کنه. خب اجازه بفرمایید جواب بدم یا خودتان جواب بلدی؟ بفرم. خیلی خب، اجازه که میدید بفرمایید. ببینید، نگاه، اولا حکومت مال امیر المؤمنین علیه السلام و 11 امام معصوم علیه السلام، این حکومت شرعی. خب اجازه بده من حرف بزنم، بزرگوار، اجازه بده من صحبت کنم. بفرم. امیر المؤمنین علیه السلام و 11 فرزندش، از این که گذشت آیا حکومت کافر بهتر یا مسلمان، هر کسی، هر کسی ولو کافر باشه، اصلا لزوم ما از مسلمان اون بدی را که از مسلمان ها دیدیم از کافر ندیدیم. امام حسین علیه السلام را کی شهید کرد؟ مسلمان. امام قاسم علیه السلام را کی 14 سال زندان کرد؟ مسلمان. هاشمی از بنی هاشم هم بود، سید هم بود، بنی عباس، هارون. خب ما، بینندگان محترم، این که بگم مسلمان بهتره یا کافر، من میگم اون کافری که نیاید به دین شما دخالت نکند، شما را ظلم نکند، مال شما را نگیرد، به دین شما احترام بگذارد، اون از اون مسلمانی که بیاید مثلا احکام خدا را عوض بکند، به نام دین خدا به شما ظلم بکند، چه اسم او ابوبکر بغدادی باشد، چه خامنه ای باشد، از اون کافر هزار، از اون مسلمان اون کافر هزار مرتبه بهتره. لذا کدام شرطی ندارد برادر؟ اجازه بفرما، حکم شرعیش چیست؟ اجازه بفرما، حکم شرعیش اینه که در زمان غیبت تا امام زمان علیه السلام ظهور نکرده ما حکومت اسلامی نداریم. خب حالا که حکومت شرعی نداریم، عقل چی میگوید؟ عقل اینه میگوید که حاکم عادل باشد، ولو کافر باشد از مسلمان ظالم بهتره. پس این چنین نیست که اگر مسلمان بهتر یا کافر که حتما مسلمان بهتر باشد، چه بسا حاکم کافر باشد، هندو باشد، بت پرست باشد، از مسلمان بهتره. بله بفرما. بله، وقتی عدالت شما چه معنا میکنید؟ وقتی اسلام را قبول نکرده شما اینا عادل میدونید؟ ببین، عدالت نسبی، عدالت قطعی هیچ کس نداره، عدالت نسبیه. یعنی اون که ما نمیگیم که مسلمان عادل بهتره یا کافر عادل. مسلمان عادل ب... عادل ببین عادل 100% میگید، اون غیر از امام معصوم علیه السلام کسی نیست عادلی که ما... اجازه بده که من صحبت کنم، اجازه بفرما من این کلام عقیده خودم ظاهر بکنم. عادل اگر منظورتان اینه که بر احدی ظلم نکنه، او امام معصوم علیه السلام، امام عصر علیه السلام. اجازه بفرما جواب بدم، اجازه بفرما. حالا که از این گذشتیم، از این که گذشتیم که اون امام معصوم علیه السلام هنوز ظهور نکرده، حالا در این، در غیر امام معصوم علیه السلام عدالت نسبی، بله، این کدامش بهتره؟ کافری که عدالتش از مسلمان بیشتر باشه اون کافر بهتره. من الان در امریکا زندگی میکنم، شما مثلا یک کسی مسلمان مثلا در کانادا زندگی میکنه، یک مسلمان دیگر فرض کنید در نروژ زندگی میکنه، از اونا بپرسید میگه 100 مرتبه از علی خامنه ای بهتره، 100 مرتبه از طالبان بهتره، 1000 مرتبه از ابوبکر بغدادی بهتره. بله، شما از این ایرانی های متدین ساکن کانادا، ساکن امریکا، ساکن نروژ، سوئد بپرسید، لعنت میکنن به خامنه ای، میگن ولو اینجا کافره اما از اون مسلمان این بهتره. نه حقیقت، والله تبلیغات نیست، والله تبلیغات نیست، حقیقتی نه، والله تبلیغات. اون خامنه ای که شما را زندان میبره، شما انتقاد بکنید، من اینجا بیام الان میگم، مثلا میگم اوباما کافر از ظالمه، اوباما ملعونه، اوباما نامرده، مثلا من میگم هیچ کسی نمیاد اینجا. شما جرأت دارید در قم؟
شما جرأت دارید در تهران یک کلمه بگویید که من روحانی نامرده، یا بگویید خامنه ای نامرده؟ پدر خود در میارم. او برو حرف همش شما خود یک کمی یک مرتبه کسی جرأت داره؟ کسی جرأت داره از خامنه ای؟ اگه بخواد کسی فحاشی بکنه و فحش بده، نه انتقاد، کی جرأت داره یک مقاله بر رد ولایت فقیه بنویسه؟ دروغه این آقای منتظری اینا فحش. ببین من شاهد قضیه هستم. این آقای منتظری ببین یک وقت آدم دروغ میگه یک وقت راست میگه، شما دروغ گفتن فایده برای شما نداره. این آقای منتظری، آقای منتظری آدم فحاشی نبود. آقای منتظری نه فحش داده بود نه کاری دیگر کرده بود، فقط این مقدار گفته بود که آقای خامنه ای مستحق مرجعیت نیست. حالا فرض و نظرش اشتباه باشه، اما نظرش این بوده، فحش که نداده بود باش چیکار کردن؟ چرا دروغ میزنی؟ نه میخواست جامعه را به هم بزنه. شما از نیتش چی خبر داری؟ شما از نیتش چی خبر داری؟ شما خدایی؟ شخصی نبود. شما خدایی از قلبش خبر داری؟ جامعه را به شوراند بر علیه. ببین ولو حالا فرض کن این حرف شما درست باشه، فرض بکنید که نیت داشته، نیت گناه کردن گناه نیست. شما الان شما این چینی اجازه بفرما یک کلمه من صحبت کنم، یک کلمه. اگر این باب را باز بکنی که شما مردم را به خاطر نیت آنها قرار حاکم بتواند مجازات بکند، این دست ظلم باز میشه. ببین هر حاکمی میگوید که شما نیت داشتی فلان کار را بکنی، پدرت را در بیاره. شما دیگه اون وقت بله ردم که نمیتونی نیت خود را ثابت بکنی که الان نیت من این نبود. شخص اقدام عملی نکنه چه مشخص نمیشه؟ اونم اقدام نکرده بود. اقدام بله عمل نکنن کسی نمیفهمه که نیت داشته. حالا اون زمان او ببین اون زمانی که منتظری برای انقلاب قائم مقام رهبری بود و به اون زمانی که او زندان میرفت، این خامنه ای در حمام منصوری اونجا باشون کارا رو میکردن. شما بله الان میگه که نیت منتظری مثلا میخواست این اون کسی که این انقلاب را کرد خمینی را رهبر ساخت منتظری بود. شما الان میگه که منتظری مثلا میخواست نظام را براندازی بکنه، اون کسی که نظام را پیروز ساخت منتظری و یارانش بود. بله بله حالا شما آمدی سابقه انقلاب را تاریخش را کمی بخوان، مقام منتظری را بدان، مقام خامنه ای را بدان. اون زمانی که خامنه ای بله خامنه ای ببین مردم مشهد میدانند که یکی از القاب خامنه ای قریب پری بلنده است. یکی به خاطر چی به او پری بلنده میگفتن؟ یک کمی پیش خود فکر بکن. بله پری بلنده. آقای الله جان اجازه بده من سوال شما از قم برو بپرس، از علما بپرس که مرحوم شیخ حسن رسا را چرا اعدام کردن؟ برو بپرس. اگر نتیجه اگر حقیقت را بیابی میافتی اون وقت میابی که خامنه ای یک رذایل اخلاقی داشته در سابق، شاید الان هم داشته باشه که دیگر اصلا همون مثل عمر بن خطاب بوده. الان بفرمایید. آقای الله یاری اجازه میده من صحبت کنم؟ خواهش میکنم بفرمایید. من روی شخص با شما صحبت ندارم، من روی اصل هستم. ولایت فقیه من میخوام با شما صحبت کنم. بفرمایید. من هرچی رو بحث اصل ولایت فقیه با شما صحبت کنم، شما بحث می رو شخص. خب شما روی اصلش آمدی صحبت کردی، گفتی کافر بهتره یا مسلمان؟ من گفتم لزوما اینطوری نیست که کافر بد باشه. صحبت کنن شما دوباره میره سر مستاق سر در خلط بحث میکنی، خود هم یه مقاله تصدرید میکنی. شما صحبت کنید. من چه مرزمیم که اصول مناظره رعایت کنید؟ من دارم رو اصول عقلی با شما صحبت کنم. اصول عقلی شما از شما پرسیدم که مسلمان عادل باشه حاکم جامعه اسلامی بهتره یه کافر مسلط باشه بر سر مسلمان؟ هر کدامش عدالتش بیشتره. ببین ببین گوش کن اون کافری که عدالتش از اون مسلمان بیشتر، اون کافر بهتره، اون کافری که به دین من کار نداره. اون کافر داره یه فرض داری بله اگر مسلمان عادل نباشه و کافر عادل باشه حرف شما صحیح، بله ولی اگر مسلمان عادل باشه کافر عادل هم باشه کدوم؟ هر کدامش که به مردم خود خدمت بیشتر میکنه. اگر یک حاکم کافره هر دوش عادله، یک حاکم مسلمانه یک حاکم کافره، هر دوش در گوش کن هر دوش در عدالت مساویه، هر کدامش که بیشتر خدمت میکنه، اگر در عدالت مساوی هستن هر کدامش که بیشتر به فقرا خدمت میکنه، به مردم بینوا به خدمت میکنه، اون بهتره. لزومی نداره که من مسلمان رو، چون قراره که حکومت شرعی که نداریم، حکومت های معنی عرفیه، کدام اینا بهتره؟ خب میگم هر کدومش خدمت میکنم. این احکام اسلامی باید در زمان غیبت اجرا بشه؟ نه اصلا همچین چیزی، اصلا احکام حکومتی اصلا غیر معلومه. تعطیل اصلا احکام اصلا نداریم، تعطیل چی که اصلا نیست.
شما از پیش خود آوردی، گوش کن، این حکومتی را که شما اسمش اسلامی گذاشتی، قانون اساسی جمهوری اسلامی همش من در آوردی، رئیس جمهور باشه، نخست وزیر باشه، مجلس خبرگان باشه، مجلس خفتگان باشه، مجلس مردگان باشه، مجلس مقننه باشه، بعد 4 سال انتخاب باشه، 2 سال انتخاب، همه اینا را از پیش خود درست کردن. اصلا اسلام رئیس جمهوری نگفته، نخست وزیری نگفته، کابینه نگفته. این که شما میگید که احکام حکومت اسلامی، احکام حکومت اسلامی تعطیل میشه، اصلا احکام حکومت اسلامی ما نمیدانیم چیست. این را از پیش خود شما درست کردی جان من. احکام حکومت پس چیکار میشه؟ گویا این که مثلا در کتاب کافی اونجا 1000 تا حدیث از امام صادق علیه السلام مانده که شما حکومت تشکیل دادید، این کابینه اینطوری باشه، پارلمان اینطوری باشه، نخست وزیری اینطوری باشه، 4 سال انتخابات بکنید، گویا اونا موجوده، اینا ای ما گناهکار شدیم، اینا را اجرا نکردیم. اصلا نیست، اصلا حکومت اسلامی یک افسانه، یک اسطوره، یک دروغ، تا زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور نکرده یک دروغی بیش نیست، یک اسطوره، یک دروغ، یک افسانه، یک خدعه، یک مکر، یک حیله ای که شما را گول میزنن به سبب آن، آدم کشی و مردم کشی به سبب آن راه میاندازن تا خودشان به حکومت برسن، دیگر هیچ غیر از اون چیزی نیست حکومت اسلامی. کسی که میگه ما حکومت اسلامی داریم، خب بفرمایید، این کتاب های شیعه موجوده، این بحار الانوار، این وسائل الشیعه، این مستدرک الوسائل، این تهذیب الاخبار، تهذیب الاحکام، بیاید نشان بدید اون احکام حکومتی را که شما میگه احکام حکومتی تعطیل میشه، اصلا نیست، بینوا نیست. اصلا خمینی یک کلاهی بر سر شما گذاشت تا سر ناف شما، اصلا یک دروغای بزرگ زد که ای احکام تعطیل میشه، اصلا احکام نیست تعطیل بشه.